در اینجا برای بررسی روزنامه‌ها همراه هستیم با همکارم محمد رهبر. محمد، فردا روز انتخابات، روزی که شاید تمام نگاه‌ها به آمریکا این انتخابات و نتایج اون دوخته شده، شاید نتایج این بر سرنوشت میلیون‌ها انسان تاثیرگذار باشه، ولی برای ایران و ایرانیان شاید این تاثیر قدری بیشتر باشه. روزنامه‌های ایران چطور بهش پرداختن؟ تحلیلگران چی نوشتن در موردش؟ بعد از خود آمریکا میشه گفتش که بیشترین تاثیر رو خود ایران می‌ذاره، به عنوان کسی که جمهوری اسلامی که خودش رو به عنوان دشمن معرفی کرده. روزنامه اول رو ببینیم، روزنامه آرمان املی، امروز همه در مورد اینکه اگر هریس بیاد بهتره یا ترامپ بیاد اینا صحبت کردن. خب این روزها با چند تا از تحلیلگرا صحبت کرده. آقای فریدون مجلسی معتقد هستش که به هر حال هریس از نظر عقلانیت بهتر از ترامپ هست، ترامپ غیر قابل پیش بینی نیست، اما خب ترامپ هم به خاطر همین غیر قابل پیش بینی بودنش ممکن هستش که یک دفعه مذاکره کنه و یه فرجی بشه در وضعیت ایران. آره، حالا اونم البته معلوم نیست. روزنامه بعدی رو نگاه بکنیم، روزنامه جهان صنعت. روزنامه جهان صنعت بررسی‌های اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی ایران رو از انتخابات آمریکا اومده و منتشر کرده. اینها بخش خصوصی هستن که تمام صادرات و وادرات ایران رو به هر حال با همین‌ها هستش. اون قسمتیش که البته با قسمت بزرگش با خود خصولتی هاست، ولی خب سنجشی که به عمل آوردن این هستش که با آمدن ترامپ احتمالاً حلقه تحریم‌ها خیلی تنگ‌تر میشه. اون موقع باید حتما یه فکری به حالش کرد، باید یک مذاکره‌ای کرد، تغییر سیاستی داد. چندان خوشبین نبودن که اثرات خوشی بر سیاست و اقتصاد ایران بگذاره. خیلی میاد اکثرا نگرانی از حضور ترامپ بیشتر هست تا هریس. بسیار بسیار اصلا یک ترسی هستش که دوباره تحریم‌ها شدیدتر بشه، وضعیت جنگی خاورمیانه اونطور که پیش بینی کردن در این روزنامه‌ها بعد از ترامپ هم ادامه پیدا خواهد کرد. و روزنامه بعدی رو نگاه بکنیم، روزنامه ستاره صبح. امروز اون روزنامه ستاره صبح مده همین حرفای فرمانده سپاه رو که آمریکا نابود میشن این حرفا رو آورده، بعد یادداشت کنارش نوشته و گفته که آقا اینا ما رو بدبختمون کردن، ما گرفتار شدیم. اینطوری شروع کرده، گفته ما گرفتار شدیم، تمام زندگیمون در تنش و بحران هست، سالیان سال هست، و اگه ایران تو مسیر توسعه افتاده بود اصلا خود همون بازدارندگی داشتین، چه وضعی درست کردید. اون موقع با آقای قاسم محبلی هم صحبت کردن، گفته همین آمریکا اگر این دموکرات‌ها نبودن اسرائیل جور دیگه‌ای پاسخ میداد و اونها بودن که اومدن یک سطحی رو تعیین کردن و اسرائیل رو وادار کردن به اینکه حمله بزرگی انجام نده. حالا اینا هی دارن میگن مرگ بر آمریکا و اینها، در حالی که نمیدانن که همین الان اگه جنگ گسترده‌ای نشده به لطف این هستش که منافع حضور دموکرات‌ها بوده، ببینم که منافع جمعی خودشون رو رعایت بکنن. به هر حال امروز اون روزنامه‌های اصولگرا و اینها خیلی جالب، اونها هم رفته بودن به سمت آمریکا، منتها از این بابت که 13 آبان است و این جور چیزها، حالا روزنامه ستاره صبح یه جورهای اینها رو نقد کرده. و به آخری برسیم، روزنامه شرق که اون هم در مورد این صحبت کرده که اگر اینها بیان کدومشون بالاخره به نفع ایران هست و آیا تهدید هست، میتونیم به عنوان فرصت استفاده کنیم. با علی ماجدی صحبت کردی که قبلا هم جزو سفرا بوده، اون گفته که با همین ترامپ هم میشد مذاکره کرد، دفعه پیش هم اگر باش مذاکره کرده بودن، اگر یه ملاقاتی روحانی باش کرده بود برجام رو پاره نمی کرد و این اتفاقات نمی افتاد. به هر حال به نظر می رسه مشکل اصلی در خود ایران هستش، نه در آمریکا. و نقطه قانونی بحث مذاکره ایران و آمریکا است که 45 سال ادامه داره. ممنونم از محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو با